بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه اسماء الله الحسنا. امیدوارم که الله متعال به همه شما صحت و تندرستی رو عطا بکنه و همه ما رو همیشه از همه بلاها محفوظ نگه بداره و صبر و استقامت پایداری رو بر دین خودش همراهمون تا آخرین لحظات زندگی نگه داره. ثبات استقامت بر دین نعمتی هست که باید همیشه تمناشو داشته باشیم و همیشه برای به دست آوردن یا داشتنش سعی و تلاش کنیم. از الله متعال بخواهیم و از اینکه اون رو از دست بدیم حراس و خوف لازم رو در دل داشته باشیم، تا اینکه با پایبندی با ارتباط دائم و ثابت خودمون با الله متعال با توسل به رب ذوالجلال این استقامت و این پایداری رو حاصل کنیم. نامی که در این برنامه مد نظرمون هست که شاید هم نتونیم به مجموع مفاهیم و معانی که در قرآن کریم در ارتباط با این نام اومده بپردازیم، یکی از نام‌هایی هست که با بیشترین کثرت بعد از نام‌های محوری الله و رب در قرآن کریم اومده. نام و صفت علیم صفتی هست که به سه صورت علام، عالم و علیم به طور اسمی اومده و به صورت مصدری هم با واژه علم به الله متعال نسبت داده شده. به صورت فعلی هم علم و یعلمو هر دو شکل مختلفی هست که در قرآن کریم به الله متعال نسبت داده شده. اهمیت علم و دانش یا آگاهی در ارتباط با همه خلائق یه امر بسیار روشن و بدیهی هست. هممون میدونیم که حیثیت، ارزش و مقام انسان ها با علم و دانش بالا میره و علم هست که برای انسان موقعیت های مختلف بهتر زیستن و بالاتر و برتر بودن رو فراهم میکنه. با به دست آوردن علم میتونیم از امکانات و از موقعیت های مختلف بهره بگیریم و به همین صورت خلق الهی رو به نحو بهتر و شایسته‌تری در اختیار داشته باشیم و استفاده کنیم. به هر اندازه علم و آگاهی کمتر باشه، خوب به طور طبیعی در همون بابی که نقص علم وجود داره فعالیت و عمل کرده انسان هم ناقص خواهد بود. اما در ارتباط با الله متعال مقام الوهیت و مقام ربوبیت رب ذوالجلال و خالق هستی مقتضاش این هست که علیم باشه، عالم باشه، علام باشه، عالم غیب و شهاده باشه، علام الغیوب باشه، یعلم ما فی البر و البحر باشه، ما تسقط من ورقه الا یعلمها، و به همین صورت و عنده علم الساعه لا یعلمها الا هو،
تمام این عبارت های متعددی که قرآن کریم در ارتباط با علم الهی آورده، همه این عبارت ها در حقیقت کمال الوهیت و کمال ربوبیت رب ذوالجلال رو در بر داره. هرگز فکر کردید که خودرویی که ما امروز ازش بهره میگیریم، اگر یه نگاهی بندازیم به 50 سال 100 سال قبل اولین خودرویی که ساخته شد چه ویژگی هایی داشت، چه امکاناتی داشت، از چرخ و از موتور و از امکانات روشندهیش بگیرید تا بقیه امکاناتی که درش وجود داره در برای نقل انتقال، همون خودرو رو مقایسه کنید با خودرویی که امروز داریم. به هر اندازه تجربه انسان و علم انسان بالا رفت، بیشتر شد، هنوزم بیشتر خواهد شد. به همین صورت مدل های بهتر، امکانات بیشتر و ایمنی بالاتر رو درسته تأمین بکنه برای خودش در قالب خود رو. ولی بشر، انسانی که الله متعال خلق کرد، نمیتونید بید که بشر مدل نمیدونم 1920 با 2020 سیستم ایمنیش مختلف بوده، سیستم عصبیش تفاوت داشته، کارکرد مغزش و سلولهای مغزیش فعالیتشون بهتر شده. همون مخلوقی، همون بشری که ابوال آدم باشه، بشر باشه، آدم پدر انسان آدم باشه، تا به حال در کمال خلقت آفریده شد و امروز هم ما از همه اون نعمت ها بهره میگیریم، چشم و گوش و قلب و کلیه و جریان خون و جریان عصب و سلسله عصب چند میلیون رشته عصبی که در بدن وجود داره و عمل کرده هر کدوم از این ارگان های مختلف، یک کلیه ساده ای که از میلیون ها فیلتر تشکیل شده و و و هر چی بگیم نمیتونیم تکمیلش کنیم. در کل عالم هست، علام هست، علیم هست. اون چیزی رو ساخت، با دلش، ساختش با کسب تجربه تعویض نمیشه. علمش مطلق در کمال و بدون کم و کاست هست. پروردگاری که این جهان رو با این عظمت آفرید، میلیون ها کهکشان در داخل این کهکشان، کهکشان راه شیری که ما درش هستیم، منظومه شمسی، خورشید، ما، زمین، امکانات زمین، سیستم زمین، جو زمین، تمام این نظام هستی در کمال یک حکمت بسیار دقیق و یک نظام بسیار علیمی آفریده شده که ما ترافی ها من تفاوت، هل ترافی ها من فطور، فرجع البصر کرته ینقلب الیک البصر و خاصا و هو حسیر. نگاه کنید، ببینید بین سما، آسمان، این آسمان رو برف راشته، آیا درش میتونید خلل ایجاد مشاهده کنید؟ بله، ما شاید اختلال ایجاد بکنیم. ما نظام الهی رو با عملکرد خودمون، با خطاهای خودمون، با اشتباهات خودمون زیر پا بذاریم و لایه اوزون رو آسیب برسونیم. ولی الله متعالی که آفریده اون لایه رو که ما در سایه اون وجود اون لایه بتونیم زندگی کنیم، درش کم و کاستی نگذاشته. در نتیجه علم الهی یکی از صفات شاملی هست که
با تمام صفات دیگه میتونه کمال اونها رو در بر داشته باشه. به خاطر این میبینیم که این صفت با کثرت در قرآن کریم اومده و با اشکال مختلف فعلی و اسمی که در زبان عربی میتونه وجود داشته باشه در قرآن کریم مشاهده میشه. از یک جهت عظمت و بزرگی پروردگار متعال رو در سایه این معرفت و شناخت میتونیم درک کنیم و از جهتی دیگه وابستگی و نیاز خودمون رو به این منبع علمی بیکران الهی باید احساس کنیم. بعد از قرنهای قرن که انسان زندگی تونسته به یک تمدنی به حساب خودش برسه، تمدن مادی برسه، میلیون ها انسان کشته شدن، یه منشوری رو درست کردن برای منشور حقوق بشر و تازه اون هم منشوری هست، بعضی ها امضا کردن بعضی ها امضا نکردن و بالاخره با این منشور بشر افتخار میکنه که رسیده به نقطه ای از تمدن معاصری که نسبت به ما قبل میشه گفت یک نوع پیشرفتی داشتیم. قبل از این که انسان به این تمدن برسه، علام الغیوب، عالم الغیب و شهاده، در برهه‌های مختلف زمانی این بشر رو برای شریعت فرستاد که در اون شریعت حقوقش، شایستگیهاش، توانمندیهای درونیش، فطرتش، سعادت و خوشبختیش و ابعاد مختلف روحی و روانی، همه اینها مد نظر قرار داده شد تا اینکه با تجربه این حقوق به دست نیاد که با ترمیم بشه و هر روزی کسی بهش اضافه کنه و اعتراض بکنه و کم و کاست بکنه و هنوز هم نتونیم تعریف کنیم که حد و حدود حقوق بشر چی هست، نه برای بشر هم نتونیم حقوقی رو، حد و حدودی رو تعیین بکنیم، بلکه اون پروردگاری که از ابتدا انسان رو از خاک آفرید و در امتداد اون انسان رو در یک چرخه از حیات قرار داد که از یک تخمک و یک اسپرم ناچیز تمام توانمندی ها رو به دست میاره، همون الله یکتای قادر مطلق، همون علیمی که تمام این امکانات رو به طور متوازن در اختیار انسان قرار داد، همون انسان شریعت رو فرستاد تا در سایه این شریعت بتونه به رشد و کمال خودش برسه و حق حقوق خودش و دیگران رو رعایت کنه و خودش ظلم و ستمی رو روا نداره. در قرآن کریم 157 بار واژه علیم به الله متعال نسبت داده شده. این واژه یا این وصف به در ضمن ترکیب‌های مختلفی دیده میشه، گاهی با حکیم هست، حکیمون علیم یا علیمون حکیم. و جالب اینجاست که چلا به این موضوع به طور مستقل خواهیم پرداخت در برنامه آینده انشاءالله، در ارتباط با زوجهای وصفی که همراه صفت حکیم علیم در قرآن اومدن و تناسبشون با آیات بحث مستقلی رو خواهیم داشت. ولی اونچه که در به طور گذرا باید بهش اشاره داشته باشیم این هست که این صفت همراه چندین صفت دیگه میاد و گاهی هم به تنهایی میاد و هرگاه با صفت دیگری میاد گاهی کمال اون صفت رو بیانگر هست و گاهی هم کمال خودش رو از طریق اون صفت به دست میاره. این نکته رو ما انشاءالله به طور مستقل در برنامه آینده بشه خواهیم پرداخت. اما برمیگردیم به این که این بحث یا بحث
علیم بودن پروردگار چه جنبه های مختلفی رو در ارتباط با کمال پروردگار داره. اولین موضوعی که ما باید در ذهن خودمون داشته باشیم این هست که الله متعال علمش علم مطلقی هست که در چارچوب زمان و مکان محدود نمیشه. اون چیزی که ما عنوان زمان یا مکان داریم این مرتبط هست با ما انسان، یعنی من و ما بشر در محدوده زمان و مکان قرار داریم، اما الله متعال فراتر از زمان و مکان وجودش هست، علمش هست، بلکه اون آفریدگار زمان و مکان هست، آفریننده زمان و مکان هست. در نتیجه چیزی به نام گذشته و حال و آینده برای او وجود نداره. همه وجود مثل صفحه‌ای در مقابل او هست، چون اون خودش ایجاد کرده و میکنه و چیزی که اصلا وجود نداره یعنی اینکه اراده و امر او در ارتباط با این وجود محقق نشده و هیچ وجودی بدون امر او و بدون اذن او به وجود نمیاد. در نتیجه ما اون چی که مهمترین نکته که در ارتباط با علم الهی میدونیم این هست که کل وجود سرچشمه علم او هست، یعنی هیچ موجودی خارج از علم او وجود رو به دست نمیاره، اما بعد از اینکه وجود رو به دست بیاره به طور طبیعی باز هم وجود عمل کردش، وجود فعالیتش و وجود حیاتش همه اینها در زیر علم او نظر و کنترل و حاکمیت الله متعال است. پس اولین نکته ای که ما در ارتباط با علیم بودن پروردگار متعال باید بدونیم این هست که علم پروردگار متعال مطلق است و هیچ محدوده زمانی و مکانی رو ندارد، بلکه الله متعال آفریدگار زمان و مکان هست و بر تمام وجود و موجودات علم مطلق داره. نکته دومی که وجود داره در بحث علم پروردگار این هست که پروردگار متعال علیم هست به کنه تمام این خلائق و تناسبی که بین وجود این خلائق برقرار هست. تمام این خلائق با هم در یک نوع تناسبی وجود دارند که دلیل بر علم بالغه پروردگار بر کنه این خلائق هست و بر استمرار حیات موجودات در ارتباط با هم هست. غافل ماندن از هر بخشی از این خلق به طور طبیعی نوعی از تعارض و تناقض و انفکاک و درگیری رو میتونست پدید بیاره، اما از اونجایی که الله متعال علیم هست بر همه خلائق و موجودات هیچ ذره هیچ بخشی در هیچ موردی با دیگر مخلوقات در تعارض و تناقض به وجود نیومده، بلکه همه اینها با هم در یک تناسب و در یک نظام هماهنگ وجود به وجود اومدن و وجودشون رو به دست آوردن و وجود دارن و وجود خواهند داشت. هیچ لحظه الله متعال از این خلائق غافل نیست، عالم هست
علیم هست بر وجودشون، بر رفتارشون و بر تمام اون چه که براشون مسیری که گذاشته شده هست. یکی از نکته هایی که باز در بحث علم الهی حائز اهمیت هست اینه که الله متعال نظامی رو برای این جهان گذاشته و ما رو هم در چارچوب این نظام آفریده. ما در چارچوب این نظام یک سری چیزهایی رو میتونیم پیش بینی کنیم. در چارچوب این نظام یک سری چیزهایی رو میتونیم پیش بینی کنیم که اگر این کار بکنیم این اتفاق میفته و اگر این کار رو نکنیم این اتفاق نمیفته. به خاطر وجود سیستمی از هوا که در منطقه معینی از کره زمین به وجود اومده، باد یا بارانی یا برفی یا امثال اینها در بخش دیگری از زمین در چند روز یا چند ساعت دیگه دیده خواهد شد. این پیش بینی ها بر اساس یک نظامی هست که در خلقت وجود داره، الله متعال اونها رو گذاشته. از اونجایی که الله متعال این نظام رو گذاشته و از اونجایی که هیچ اتفاقی نمیفته مگر با امر الهی و با اراده الهی، چون این نظام گردانندهی داره، این نظام رها شده نیست، این نظام یک سیستم خلق شده و سپرده شده به کسی دیگه نیست، بلکه سیستمی هست خلق شده و در اختیار خالق باقی مانده. ما خیلی سیستم ها داریم که یه انسان سیستمی رو میسازه، چی میخواد نرم افزار باشه، چی میخواد سخت افزار باشه، و به کسی دیگه اینو میده و اون فرد هست که در این سیستم میتونه دخل تصرفی انجام بده و اون رو اداره بکنه و دیگه فرد سازنده هیچ گونه تأثیری و هیچ گونه دخلی در گرداندن یا متوقف کردن این سیستم نداره. چی میخواد یه خودرو باشه، چی میخواد یه کارخونه باشه، چی میخواد یک نرم افزار کامپیوتر باشه. اما الله متعال وقتی این نظام رو آفرید، کنترل این نظام رو به کسی نسپرد. خیلی ها بر این باورن که افرادی رو خلیفه قرار داد و نماینده خدا هستن و اونها ولای تکوینی بر جهان دارن، بلکه الله متعال مکرر این نکته رو تأکید میکنه که هیچ چیزی، هیچ برگی از درختی نمیفته مگر در یک نظامی هست که الله متعال گذاشته. ما موظف هستیم که این نظام رو رعایت کنیم، بر اساس این نظام زندگی کنیم و عدم رعایت این نظام همونطوری که به صورت تجربی میدونیم برامون آسیب بار هست، شریعت هم برامون اختیاری های مختلفی میده که این کار رو بکنید این نتایج رو بار خواهید آورد، صله رحم رو عاد نکنید این نتیجه رو میتونید به دست بیارید، صله رحم کنید این نتیجه رو به دست خواهید آورد، نیکی کنید ثواب و پاداشی رو خواهید گرفت، و اون چیزی که برای جنت و جهنم و آخرت میدونیم همه اینها در پیرو همین نتایجی هست که غیر قابل تجربه برای ما هست. ما خود نتایجی رو تجربه میکنیم ولی نتایجی دور هست، نمیشه تجربه کرد. یه چیزهایی رو میتونیم پیش بینی کنیم، میتونیم ما یک روز، دو روز، یک سال، ده سال، صد سال رو پیش بینی کنیم که مثلا کره زمین در این موقعیت میتونه قرار بگیره یا مثلا ماه بگیره یا خورشید بگیره، ولی نمیتونیم بیش از یه حد معینی که توان و قدرت علمی ما به ما اجازه میده این پیش بینی رو داشته باشیم. الله متعال از اونجایی که گرداننده این نظام است و خودش این نظام رو گذاشته و خودش هم این نظام رو اداره میکنه، هر وقت هم بخواد متوقفش میکنه، در نتیجه هر چیزی میگه در فی کتاب مبین است.
الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض؟ اون چیزی که در آسمان و زمین هست الله متعال ازش مطلع هست. ان ذلك فی کتاب، همه اینها در یک نظامی هست. ان ذلك علی الله یسیر، این چیز خیلی آسونی هست. شاید بگی واقعا کلی کار مشکلی هست. ما فی السماوات و ما فی الارض میگه چیزی کمی هست، یعنی اگر فقط در زمین مون در نگاه کنیم چی میتونیم حذر کنیم؟ خلائق رو، موجودات رو، آیا قابل حذر هستن موجودات و خلائق؟ از قعر اقیانوس ها بگیرید تا روی این کره خاکی، آگاه بودن و عالم بودن و زیر نظر داشتن تمام اینها مگه چیز ممکنی هست؟ ولی میگه این ذلك علی الله یسیر، اون کسی که آفریده همه این عظمت رو آفریده، برای اون چیزی بسیار آسونی هست. و بر این اساس، بر این اساس میگه ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الله یسیر. این امر الله متعال آسون هست که هیچ مصیبتی، هیچ مشکلی پیش نمیاد در آسمان و نه هم در درون خودتون، مگر در یک نظامی هست که قبل از اینکه وجود بیاد الله متعال در یک نظامی گذاشته و خالق اون نظام هست و اون از ازل آفریده، میدونه چی میشه. علم الهی مسئولیت ما رو رفع نمیکنه. ما مسئولیت در قبال عملکرد خودمون داریم، در مقابل اراده خودمون داریم، در مقابل امکاناتی که در اختیار داریم داریم. اما حاکمیت الهی که با علم او همراه هست، همه این وجود رو در واقع زیر نظر خودش داره و مدیریت میکنه و نتایج تمام عمل کرده ما در زیر این نظام محقق میشه. ان ذلك علی الله یسیر، این هم بر الله متعال آسون هست. برای من چه اتفاقی میفته بعد از اینکه این کار رو انجام بدم و چه اتفاقی خواهد افتاد بعد قبل از این یا بعد از این، همه اینها یک نظامی هست. نظام رو او آفریده، برای او صفحه بازی هست. اون چی که ایجاد کرده خودش ایجاد کرده و اون چی که خواهد اومد هم باز هم خودش هست که نتیجه اونها رو ایجاد میکنه، به خاطر اینکه باز هم امر او هست. هر وقت بخواد متوقف میکنه، هر وقت بخواد میگه کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، همون آتشی که سوزنده هست میگه سلام و امنیت و سرما رو موجب بشو برای ابراهیم. امر الهی هست. به موسی گفتم اضرب به عصاک البحر، با عصایی که چوب هست دریایی رو میشه با شکافت شد. چیز خیلی بی نامفهومی است برای ما، ولی با امر الهی محقق میشه و این اتفاق افتاد. در نتیجه در ارتباط با الله متعال بازم این نظاره که علی الله یسیر، بازم اینم در رای الله متعال آسون است، اگرچه برای ما غیر ممکن هست. نه غیر ممکن است، غیر قابل تصور هست که ما فکر کنیم که بتونیم یک بخش بسیار 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 کوچک حاکمیت بشری خودمون رو بتونیم به این صورت زیر کنترل در بیاریم. اما برای پروردگار متعال این نظاره که علی الله یسیر، این مفهوم سومی که در بحث علیم بودن پروردگار متعال باید مد نظر قرار بدیم. با توجه به اینکه نصف وقت برنامه به پایان رسید، یه برنامه کوتاهی می‌بینیم تا تنوعی بشه، بعد برمیگردیم و ادامه برنامه رو انشاءالله با دریافت تماساتون انشاءالله خواهیم داشت. و از یاد نبرید که این برنامه یه حلقه دومی هم خواهد داشت. برنامه آینده انشاءالله در ارتباط با همین نام مبارک پروردگار متعال، یعنی اسم علیم خواهد بود. بیا برنامه ببینیم، برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وانواله. با عرض سلام و وقت بخیر مجدد خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم در برنامه اسماء الله الحسنى. بحثمون در ارتباط با یکی از نامهایی که با کثرت و با ابعاد متعدد معنوی در قرآن کریم اومده بود، اسم و نام مبارک علیم. و گفتیم که جنبه های متعددی این نام مبارک الهی داره و اعتقاد داشتن و توجه کردن به این نام الهی برامون نتایج بسیار هدفمند و ارزشمندی رو خواهد داشت. بر اندازه به این نام توجه کنیم و تأمل کنیم، از جهتی عظمت و کبریا و جایگاه مقام الهی رو بیشتر و بهتر درک خواهیم کرد و از جهتی دیگه موقعیت خودمون و نیاز خودمون و وابستگی خودمون رو به الله متعال بیشتر پی خواهیم برد. وقتی که به این وسعت جهان و دقتی که در نظام این آفرینش وجود داره تأمل میکنیم، علم بالغه الهی رو در جنبه های مختلف این وجود به حدی میتونیم مشاهده کنیم که بجز تکبیر گفتن و الله اکبر گفتن هیچ تعبیری دیگری از حس درونی خودمون نخواهیم تونست داشته باشیم. عظمتی که فقط میشه با گفتن الله اکبر اون رو تعبیر کرد و احساسی که میشه اون رو ابراز کرد. در این میان یکی از مهمترین اثراتی که این صفت یا این نام مبارک الهی داره این هست که ما به طور طبیعی در زندگی خودمون برای در بین خلق مخلوق برای علم و دانش حیثیت قائلیم و سعی میکنیم که به فرد عالم مرتبط بشیم تا اینکه از او بهره ای بگیریم، از علمش، از دانشش، و شاید هم افتخار کنیم با اینکه بتونیم یا تونستیم با عالمی وقتی رو بگذرونیم، با دانشمندی همسفر بشیم یا بالاخره بایش رفاقت و دوستی داشته باشیم. اما هیچگاه فکر نکردیم که عالم الغیب و شهاده رو اگر ارتباط داشته باشیم، اگر بایش قرب به دست بیاریم، اگر با علم وحی او ارتباط بگیریم، اگر وقت خودمون رو برای حاصل کردن علمی که به انبیاء خودش فرستاده بذاریم، چقدر ارزشمند و چقدر برای ما اسباب سعادت و خوشبختی رو خواهد تونست فراهم بکنه. یکی از مهمترین پیام هایی که برامون این نام مبارک داره این هست که هرچی بیشتر خودمون رو با کتاب الهی، با وحی پروردگار که علم الهی هست، کلام الهی هست، نزدیکتر کنیم، رابطه خودمون رو با او تقویت ببخشیم تا اینکه
روشنی و هدایت او رو بیشتر به دست بیاریم، از علم او بهره بیشتری بگیریم. نکته دومی که در این باب باز هم حائز اهمیت هست اینه که ما به خوبی میدونیم که از بدو آفرینش چی بودیم و چگونه شرایط علمی برامون فراهم شد. الله متعال برای در ارتباط با آدم ابوالبشر گفت علم آدم الاسماء کلها، الله متعال بهش آموزش داد شناسه های هر چیز رو. اسم در واقع شناسه است، اون چیزی که باش شناخت ایجاد میشه. ما با شناخت رفتار و عمل کرده خودمون رو تنظیم میکنیم، همون علم هست. علمی که بر اساس صفتهای بارز و جداساز پدیده ها هدفمند میتونه باشه. حتی علم بی هدف هم ما داریم و علم مضر و به همین صورت آسیب رسون هم داریم که اون باز بخش دیگری هست. اما علم مفیدی که خالصترینش منبعش وحی هست، خب به طور طبیعی در اون چیزی هست که الله متعال برامون از طریق انبیا فرستاده هست. گفتیم که نکته دومی که برامون در اینجا حائز اهمیت هست اینه که الله متعال همونطوری که گفت علم آدم الاسماء کلها، به همین صورت گفت که الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. الله متعال ما رو شرایط زیست رو و شرایط زندگی رو بر زمین برامون پدید آورد و ما با این موقعی با اون چه که الله متعال در اختیارمون قرار داد آفریده شدیم و متولد شدیم. بینده پشت خط هستن، صداشون رو بشنویم. سلام علیکم. الو. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم جناب استاد، خسته نباشید. سلامت باشید، ممنون، بفرمایید. شما و همه بینندگان امیدوارم که طاعات عباداتشون قبول باشه و این ایام ذوالحجه رو خدمت همشون تبریک میگم. جناب استاد، حقیقتاً سوره اسم مبارک العلیم یکی از کاملترین اسماء الهی العلیم. ما واقعاً در جای قرآن از این اسم مبارک و شریف آورده شده و چه بسا از بسیاری از آیات قرآن با همین العلیم تمام میشه. العلیم به نظر من قدرت نمایی علمی خداوند در مقابل مخلوقاتشه. خداوند با این از خواهی میکنم قطع شد و یه خودتون معرفی هم نکردید. انشالله که دوباره تماس گرفتید در اولویت باشید. بله، گفتیم که همونطوری که الله متعال از بدو خلقت به ما این تذکر رو داد، در استمرار و امتداد آفرینش هم به همین صورت ما یادآوری رو کرد که او شما رو آفرید. هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. و برامون در همون یک موجود زنده بسیار ناچیز امکانات رشد رو فراهم کرد که در اون قدرت شنوایی، قدرت بینایی و قلب تپندهی رو قرار داد که بتونه میزانی باشه برای شنوایی و بینایی.
ارزشیاب باشه، حس انسان رو در بر داشته باشه و احساسات انسان رو بتونه تعبیر بکنه. خب وقتی که الله متعال ابتدایی ترین ابزار رو برای انسان قرار داد برای کسب علم و به دنبال این ما تونستیم امکانات مختلف رو به دست بیاریم، حالا فرض کنید که حتی به کره مریخ هم برسیم، اون چی که باید در نتیجه علم خودمون به دست بیاریم خشیت بیشتر هست، خوف شدیدتر هست، چون داشته های بیشتر به طور طبیعی باید ما رو بیشتر در مقابل الله متعال خاشع و خاضع بکنه. یه انسان اگر به شما خدمت بیشتری کرد، شما چه برخوردی رو در قبال او خواهید داشت؟ به طور طبیعی شما در مقابل او احترام حرمت بیشتری رو قائل خواهید بود. الله متعال وقتی که بشری رو انسانی رو تکریم میکنه و امکانات علمی بیشتری بهش میده، انما یخشى الله من عباده العلماء، در واقع اون فرد باید بیشتر حس خشیت رو داشته باشه، یعنی عواقب امور رو درک بکنه، چون هم علمش این رو بهش میگه که نظامی هست در این هستی و این صاحب این هستی از عظمت برخوردار هست و در مقابل این عظیم نافرمانی کردن بسیار خطرناک هست، عواقب بسیار خطرناکی داره، و هم در مقابل علمی که به دست آورده به طور طبیعی خشوع و خضوع بیشتری و به همین صورت حس مدیون بودن در مقابل دهنده این نعمت ها، نعمت علم رو باید بیشتر داشته باشه. مگر ما در مقابل یک معلم ساده، در مقابل استاد چه حسی رو داریم؟ اما عالم الغیب و شهاده به ما از ابتدایی ترین توانمندی هایی که انسان باید داشته باشه تا به وسیله اون کسب علم بکنه، اون بینایی و شنوایی هست، تا بیشترین قدرت ادراکی که در مغز و در بقیه بخش‌های مختلف مغز وجود داره رو الله متعال برای انسان تأمین کرده، خب به طور طبیعی باید چه احساسی در مقابل این خالق داشته باشه غیر از این هست که شکر بیشتری رو تقاضا میکنه، غیر از این هست که اطاعت عبادت بیشتری رو متقاضی هست. در نتیجه یکی از موارد یا یکی از مصادیق دیگری که باز در ارتباط با علم الهی باید ما احساس بکنیم این هست که هر قدر علم ما بیشتر بشه، خشوع ما و خضوع ما در مقابل الله متعال بیشتر بشه. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید خودتون معرفی کنید. سلام جناب استاد، خسته نباشید. سلامت باشید، ممنون. استاد ضیاء عزیز بفرمایید، صداتون دارم. صداتون دارم، خودتون معرفی کنید بفرمایید. بله عزیزم، من مصطفی هستم، از شیراز زنگ می‌زنم خدمت شما. بفرمایید جناب استاد، من خواستم این موضوع رو بگم که بعضی ها موقعی که باهاش صحبت می‌کنی میگن که ما خودمون به فلان موضوع و مسئله رسیدیم و فلان موضوع رو اختراع کردیم و مثلا فلان چیز رو تو مسائل علمی کشف کردیم و بهش رسیدیم و از علم و آگاهی خودمون به این موضوع رسیدیم. چه دلیلی داره که من برم به دنبال خدا و موحد باشم و از العلیم متاسفانه قطع شد، ولی خب سوالتون رو تقریبا گرفتم که خیلی ها بر این باورن که میگن خب خودمون به این علم و دانش رسیدیم، خب چه نیازی هست که به دنبال کسی دیگه یا موجودی که به عنوان خالق یا علیم هست بریم؟ جوابتون رو انشاءالله میدم. این بیننده هم پشت خط هستن، جواب صداشون بشنویم. بفرمایید. سلام علیکم رحمت الله، بفرمایید خودتون معرفی کنید. بفرمایید. تصفانه قطع شدن. بله
دقیقا ما داشتیم در ارتباط با همین موضوع صحبت میکردیم که از این نوع افرادی که این ادعا رو دارند یا این غرور و خود بزرگبینی رو دارند باید پرسید که شما در مقابل معلمی که به شما این علم رو داده چه موضعی رو داری؟ در مقابل استادی که به شما این آموزش رو داده چه موضعی رو داری؟ در مقابل اون خالقی که اون معلم رو آفریده و امکاناتی رو توانمندی های مختلف رو به شما داده باید چه موضعی رو داشته باشی؟ سلام علیکم رحمت الله، بفرمایید. سلامت باشی، ممنون. تو خودت معرفی کنید، بفرمایید. سلامتون. خواهش میکنم جناب استاد، من عبدالمجید هم. بفرمایید عبدالمجید. جناب استاد، افرادی مثل ادیسون که این همه خدمت کردن به بشریت و از علم و آگاهی و دانش خودشون استفاده کردن و برق رو اختراع کردن، بعد طرفی موحد هم نبودن، اینها به بهشت میرن یا به جهنم؟ اگر بگیم که به بهشت نمیرن، خب شاید با عدالت خداوند سازگار نباشد از این جهت، و اگر بگیم که به جهنم میرن، عدالت خدا سازگار است، ولی از طرفی هم خدمت کردن به دنیا و به بشریت. الان همین برنامه که من دارم شما رو میبینم، اگر بله آیه، نمیدونم آیه عبدالمجید آیه مصطفی بودید، برحال بله سالتون با سال اول زیاد متفاوت نیست. باز هم جواب این هست که افرادی مثل ادیسون، من نمیدونم دینشون آیینشون چی بود و چی نبود، و خدمتی که به خلق کردن هم خب تفاوت بسیار ارزنده بود و نمیشه انکارش کرد، و امثالشون شاید خیلی های دیگه هم باشن. نکته ای که ما معتقد هستیم این هست که الله متعال و ما کان ربک بظلام للعبید، و ما ربک بظلام للعبید، الله متعال به بنده ظلم نمی کنه. این اعتقادمون هست، ابتدا و انتهای اعتقادمون این هست، و الله متعال علیم هست به ذات صدور. الله متعال آگاه هست به اون چی که در دلها وجود داره، با چه نیتی، با چه اراده‌ای من کاری بکنم، شما بکنید، یا ادیسون کرده، کسی دیگه کرده، الله متعال اطلاع داره و حق هیچ کسی رو ضایع نمی‌کنه. و مهمتر از همه اینها این هست که به جایی که ما دخالت در نظام الهی بکنیم و در حکم الهی بکنیم، بیاییم نظام الهی رو بفهمیم، تا اینکه از نظام الهی بتونیم در چارچوب نظام الهی، در سایه نظام الهی به سعادت و خوشبختی برسیم. بله سلام علیکم رسول الله، بفرمایید. سلام علیکم رسول الله، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله، خیر باشه. ممنون، خودت معرفی کنید. بسیار ممنونم از خیلی خوبه برنامه‌تون استفاده میکنین. آیه یه سوالی داشتم، مثلا در رابطه با اون مسئله اینا رو توضیح بدید. سوالم اینه که الان تو فضای مجازی بیشتر مطرح شده اینه که میگن وقتی اسلام وارد ایران شد، خطوبت وارد شد، یعنی توسط عمر رضی الله عنه وارد ایران شده این اسلام، با خشونت با قناب و قدداره و اینا وارد ایران شده، و این باعث شده که مردم ایران حالا با اون شکلی که وارد شده یه مشکلاتی پیش آورده، بعد ایران نبونده شده و این حرفا. این هم حرفاییه که بعضی از به قولی اون افرادی که خدا ناباورن نرفا رو زنن، مثل شهرام همایون و امثال اینا، خواستم در رابطه با این توضیح بدید که اینا اهدافشون چیه و واقعا دنبال چی هستن. واقعا اسلام که بعدی خب چرا ایرانی این همه دارن افتخار میکنن و قبول کردن این دینو،
اینا اهدافشون چیه در رابطه با این یه مقدار توضیح بدید من ممنون میشم، چون دارم میبینم تو فضای مجازی خیلی سر این ماجرا دارن با هم به قولی شبه پراکنی میکنن و جوان هم متاسفانه خب با هم بعضی از مسائل نمیدونن و گرفتار این شبهات میشن. ممنون میشم یه مقدار توضیح تماسیتون بدید اهداف این واقعا قضیه چی بوده. در ادامه برنامه انشاءالله جوابتون رو میدم. آخرین تماس رو هم میگیریم. بفرمایید. سلام علیکم جناب. سلام بر شما. بفرمایید خودتون معرفی کنید. با توجه به وقت داره تمام میشه آخرین تماس ما بود. انشاءالله که برنامه آینده اگر سوالی داشتید مطرح میکنید. در ارتباط با ادعا یا شبهه ای که برخی ها میندازن و در این بره از زمان هم زیاد در فضای مجازی روش مانور میدن، اسلام با خشونت وارد شده یا اینکه ما اصالتا ایرانی هستیم و دین و آیینمون پارسی بود و به اصل دین و آیین خودمون افتخار کردن و امثال اینها، در حقیقت این مطالب همه اینها یک بنیاد یا یک انگیزه در پشت اینها هست و هیچ کدوم از این مطالب جنبه علمی یا انگیزه علمی نداره. اون چیزی که وجود داره فقط این هست که یک نوع واکنش منفی هست. واکنش منفی یا مبارزه منفی در مقابل حاکمیتی که با نام دین و مذهب متاسفانه چهره بسیار زشتی رو از دین و از مذهب در ایران نمایش داد و به مردم نشون داد، خب به طور طبیعی واکنش منفی رو داره. این بحث روانشناختی هست و واکنش منفی هم هیچ گونه توجیه علمی رو نداره، تفسیر علمی براش وجود نداره. افرادی که به این صورت عکس العمل نشون میدن در هر سطحی که میخوان باشن، حتی بگیم اگر یک کودکی باشه در داخل یک خانواده‌ای که در تربیت یا در مدیریت این خانواده سبک مناسبی رو نتونسته مشاهده بکنه، به طور طبیعی یک سری واکنش هایی رو خواهد داشت و این واکنش های جنبه علمی و هیچ جنبه منطقی رو نداره، مگر که اینا بهشون بگیم واکنش و بهشون بگیم یک مبارزه منفی و عکس العملی که ناچار برای ابراز مخالفت و نفرتشون با وضعیتی که با نام دین شاهد هستند اعلان میکنن. اما اگر بخوایم جواب بدیم، من به نظرم اصلا این مسئله قابل جواب نیست. چرا؟ از دو جهت. جهت اول اینکه کشورهای زیادی و موقعیت های جغرافی های زیادی به سلطه حکومت های استعماری و کشورهای دیگه قرار گرفته، ولی دین و آیین خودشون نتونستن اینا به زور به مردم ابلاغ کنن. دین و آیین چیزی نیست که با زور ابلاغ بشه. بزرگترین علما و بزرگترین دانشمندان دینی رو داشته باشن، این نمیشه به زور ایجاد کرد. نمیتونیم بگیم به زور اومدن دانشگاهی رو ساختن که در اون دانشگاه بخاری، مسلم، نمیدونم خوارزمی، رازی، نمیدونم صدها هزاران عالم حدیث، تفسیر به وجود اومد. اگه میشه این کار رو کرد و شما میتونید به زور دانشمند ایجاد بکنید، بگینا به زور مسلمان شدن. برحال اتفاقی افتاده و اونها این ادعا رو نکردن، اما بعد از 14 قرن نیازی نیست که ما بیایم دوباره مثل صحنه کربلا بیایم صحنه رو بازسازی کنیم و براش خودمون هر طوری که میخوایم داستان بسازیم.
اما در ارتباط با این که این دین حق است و ناحق است، این موضوع یک امر موضوعی است، یک امر علمی هست. بررسی کنید کتاب قرآن رو با کتابهای دیگه، مقایسه کنید ببینید که این کتاب الهی هست یا کتاب ساخته بشر هست. نتیجه خواهید گرفت اگر اهل تحقیق باشید. با توجه وقت تموم داره میشه، میذاریم بقیه تکمیل موضوع اسم نام مبارک علیم رو برای برنامه آینده. تا برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتون باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هو الله الذي